در این قسمت برنامه به کالیفرنیا میریم. محمد رضا علی نژاد، هنرمند ایرانی، با دایر کردن کارگاه کوچکی در جنوب کالیفرنیا تلاش داره در ارائه کارهای سرامیک خود هنر و فرهنگ ایران رو هم معرفی کنه. همکارم آرش در کارگاه آقای علی نژاد با او به گفتگو نشسته. با هم میبینیم. محمد رضا علی نژاد که حدود 12 سال است در زمینه سرامیک فعالیت میکند، لیسانس هنرهای تجسمی خود را از فرانسه گرفته است و بعد از مهاجرت به آمریکا کار سرامیک را با راه اندازی کارگاه کوچکی در حیاط منزلش شروع کرد و با استفاده از حروف و اعداد فارسی در سرامیک سعی در معرفی هنر ایرانی در سطح وسیع تری دارد. دو بار به ایران رفتم و در دانشگاه هنر تهران یک بار ورکشاپ داشتم و با استادانی که اونجا صحبت کردم، یکی از استادان پیشنهاد کرد، گفتش که باید یه فرهنگ، یه ریشه ایرانی رو توی مسئله نشون بدی و کارات بهتر چیز میشه. من از همون برگشت از اونجا شروع کردم به نوشتن و اوایل فقط چیزهای آشپزی رو می نوشتم، یعنی سعیم این بود که چیز یه خود کومیک باشه، یه خود خنده‌دار باشه. او بعد از فروش اولین آثارش از خط نستعلیق در کارهایش استفاده کرد، ولی بعد از مدتی دوباره به حروف و اعداد دستخط خودش روی آورد. من احساس کردم که این نستعلیق، خط نستعلیق رو که من خودم نمیتونم کار بکنم با دست خودم، این روی کارهای من تاثیر زیادی داشت. یعنی این که تمرکزی کسی که نگاه میکرد به کوزه یا کاسه من، اون خط رو نگاه میکرد نه کوزه رو نگاه میکرد. برای همین اینو در مرحله بعدی دیگه استفاده نکردم و کارهای خطاطی رو خودم استفاده کردم. او درباره علت استفاده از خط فارسی در کارهایش میگوید: من میتونستم احساسم رو بیان کنم باهاش، یعنی که نوشته ها نوشتن خط فارسی که در حقیقت من ندیده بودم تا حالا که فارسی که به شکلی که من مینویسم، یعنی خط معمولی روی کوزه‌گری باشه. یکی از وظیفه‌هایی که من خودم دارم برای خودم اعمال می‌کنم که زبان فارسی، نوشتن فارسی رو در سطح بین‌المللی در سرامیک نشون بدم، برای اینکه موجود چیزی که من دیدم اینجوری نیستش و یه وظیفه‌ای برای خودم قرار دادم و امیدوارم دیگران هم این راه رو انتخاب کنن و دیگران که در سرامیک وارد هستن این کار را انتخاب بکنن و هنر ایران رو در سطح بین‌المللی نشون بدن. محمد رضا علی نژاد به همراه همسرش که اونی در زمینه سرامیک فعالیت می‌کند، در کارگاهشان علاوه بر تدریس و ساخت وسایلی که استفاده روزانه و عمومی دارد، آثار هنری و تزئینی نیز درست می‌کنند. اگه هنر نقاشی رو در نظر بگیرید که در لیوین روم و بدروم چیز فقط موجوده، سرامیک در آشپزخونه و حمام و لیوین روم و بدروم و همه جا میتونه قرار بگیره و استفاده بشه از دیدگاه هنری و حتی استفاده روزمره. سرامیک یعنی کار بسیار سختیه و خیلی صبور باید باشید. و یه نکته دیگه اضافه میتونم بکنم به این جریان، این که بعد از این مدتی سعی کنید چرخ روی چرخ هم یاد بگیرید، به این دلیل که یه چیز دیگه بهتون میده به جز مجسمه سازی یا طراحی های دیگه، چرخ یه دنیای دیگه است. محمد رضا علی نژاد در طول این سالیان در نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی مختلفی در ایران، ژاپن و جنوب کالیفرنیا شرکت داشته و جوایز متعددی را نیز نصیب خود کرده است.